درود فراوان خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. دوستان از فردا پنجشنبه 17 اسفند ماه امکان خرید شمش طلا از طریق بورس کالا وجود خواهد داشت. چند نکته را خدمت عزیزان عرض بکنم، چون خیلی قبلا سوال کرده بودن که آیا میتونیم از طریق بورس کالا طلا بخریم و الان امکان میسر شده که این کار را انجام بدید. از فردا میتونید که شمش طلا بخرید. حداقل خریدی که میتونید انجام بدید معادل 1/10 گرم هستش، یا عرض کنم خدمتتون 100 میلی گرم یا 100 سوت از شمش طلای ذکر شده که باید خرید بکنید. با فرض اینکه هر گرم طلا در حال حاضر حدود 3 میلیون تومان قیمت داشته باشه، 1/10 به اصطلاح اون مقدار قیمتش میشه 300 هزار تومان، که میتونید الان حداقل 300 هزار تومان خرید بکنید. خب بدیهیه اگر که قیمت هر گرم طلا افزایش پیدا بکنه، مثلا هر گرمش بشه 4 میلیون تومان، اون موقع شما 1/10 اون را که بخواید خرید بکنید حداقل باید 400 هزار تومان خرید کنید. این حدودی هستش. حالا این 300 تومان شاید 320 تومان بشه، شاید 290 تومان بشه، حدودی اینجا ما داریم صحبت میکنیم، اما در حال حاضر میتونید این کار را انجام بدید. چند مورد به اصطلاح بهش توجه بکنید. یکی این هستش که دوستان این طلایی که شما میخرید گواهیش را دریافت میکنید، ولی به خاطر اینکه شما 1/10 گرم طلا را نمیتونید تحویل بگیرید، در واقع این توی بانک که فعلا خزانش بانک ملت هستش به صورت سپرده باقی میمونه. یعنی طلای شما در داخل بانک ملت میمونه تو خزانه سکه بانک ملت و بعدا یه حق انبارداری از شما میگیرن، که خب قطعا زیاد نیست این حق انبارداری. حالا مثلا کسی که 1/10 گرم خرید کرده زیاد نیستش، و خب شاید یه نفر اگه بیاد یه شمش بخره یه مقدار زیاد بشه، خب قطعا سودش هم زیاد خواهد بود. بعدم همین رو میتونید بفروشید، یعنی خریدی که انجام میدید را از طریق بورس کالا هم میتونید دقیقا فروشش را انجام بدید. این مورد را در نظر بگیرید. یه مورد دیگه هم پیش توجه بکنید این هستش که ببینید قیمت طلا به دو عامل و پارامتر بستگی داره. اولین عامل خب قیمت دلار در ایران هستش، که خب قطعا خیلی متفاوته. هر روزی که دلار تو ایران بالا بره قیمت طلا هم با دلار بالا میره، دلار پایین بیاد قیمت طلا هم پایین میاد. این یک. دو، قیمت اونس جهانی طلا هستش، یعنی غیر از قیمت دلار این رو هم باید در نظر بگیرید. مثلا در روز گذشته همجور که میبینید در دو روز گذشته دو تا کندل قرمز تقریبا بزرگ روی اونس جهانی طلا وجود داشت که خب قیمت جهانیش اومد پایین. در ایران هم دلار یه مقداری توی دو روز گذشته قیمتش افت کرد و مثلا از حدود 55-56 تومن 57 تومن به 50 تومن هم رسید تقریبا. پس دو تا افت را ما تجربه کردیم و خب قطعا قیمت طلا از دو ناحیه پایین اومد نسبت به مثلا چند روز قبل ترش، که ببینید چند روز قبلش حتی هم اونس جهانی خوب رفته بالا، همین که خب قیمت دلار در ایران صعودی بود قیمت طلا خیلی رفته بود. پس در نظر بگیرید که قیمت طلا با دو تا پارامتر پایین و بالا میشه. یعنی شما اگه خواستید بخرید بهتر اینجا اونجایی هستش که هم دلار پایین باشه هم که اونس جهانی پایین اومده باشه و برای خرید میتونین اقدام بکنید. البته خب فرق نمیکنه، این هم به صورت پله‌ای و بلند مدت واسه روش حساب بکنید. خیلی از دوستان پرسن که خب حالا بخریم نخریم. ببینید به نظر من شما سرمایه‌تون رو بالاخره باستی جاهای مختلف خرید بکنید. طلا هم الان میتونه یکی از این پارامترها باشه. مثلا شما بورس را خرید کردید، سهام خرید کردید، ارز دیجیتال خرید کردید، به این شیوه میتونید طلا هم خرید کنید. بالاخره این هم برای خودش بازاری داره، از نظر جهانی رشد میکنه، برخی اوقات دلار تو کشور ما گرون میشه و همه اینا باعث میشه که دلار هم طلا هم طرفداران خودش را داشته باشه. ولی
من به خاطر اینکه خیلی طلا کار نمی کنم نمیتونم شما رو از نظر لحظه‌ای بهتون راهنمایی بکنم. لحظه‌ای منظور این که مثلا امروز بخرید بفروشید، نمودارشو ببینید، مثل کارهای این شکلی انجام بدید، اینجوری نیست. به نظر من کسایی که طلا خرید میکنن باید یه دید بلند مدت داشته باشن. اون هزینه به اصطلاح پول سرمایه‌ای که اضافه دارید، قسمت کردید، یه قسمت شما تو بورس بردی، از دیجیتال بردی، یه قسمتش هم تونین طلا خریداری کنید. مورد بعدی که باید نظر بگیرید اینه که بایستی برای خرید این طلا یه کد معاملاتی بازار از بورس کالا دریافت کنید. یعنی الان غیر از این پنلی که برای بورس دارید و سهام و این چیزا خرید میکنید، اینو کاری ندارم، بایستی یه کد معاملاتی از بورس کالا هم دریافت بکنید. که خب البته سایت بورس کالا که برید، اینجای فیلم آموزشی هم راجع این قضیه گذاشته که من حالا این فیلم آموزشی را یه تیکه‌هاش رو با هم دیگه ببینیم و برگردیم. فرایند عقص کد معاملاتی در بازار مالی بورس کالا. مشتریان بازار گواهی سپرده کالایی و قرارداد آتی شمش طلا، اهم از مشتریان حقیقی و حقوقی، برای عقص کد معاملاتی در بازار مالی بورس کالا باید چه فرایندی را سپری کنند؟ برای آشنایی با فرایند دریافت کد معاملاتی بازار مالی بورس کالا باید به این نکته توجه کرد که عقص این کد برای مشتریان حقیقی به دو صورت امکان پذیر است. در حالت اول، اگر یک کارگزاری که مجوز معاملات مشتقه مبتنی بر کالا را دارد، امکان دسترسی الکترونیکی برای صدور درخواست کد معاملاتی را برای مشتریان خود فراهم کرده باشد، اشخاص حقیقی می توانند درخواست خود برای دریافت کد معاملاتی بازار مالی را از طریق بخش باشگاه مشتریان و یا نرم افزار آن کارگزاری ارسال کنند. در این صورت پس از دریافت پیامک تایید توسط مشتری حقیقی، تمامی اطلاعات مشتری از سامانه سجام فراخوانی می شود و مشتری باید اطلاعات تکمیلی خود را در سامانه وارد کند تا بورس این اطلاعات را از طریق کارگزاری دریافت کرده و پس از بررسی و تایید نهایی کد معاملاتی بازار مالی بورس کالا را برای فرد صادر کند. اما حالت دوم زمانی است که کارگزاری دسترسی الکترونیکی به سامانه بورس و ارسال درخواست برای صدور کد را برای مشتریان حقیقی خود فراهم نکرده باشد. در این حالت مشتریان حقیقی باید فرآیندهای مربوط به عقص کد معاملاتی بازار مالی بورس کالا را همانند مشتریان حقوقی و از طریق کارگزار خود سپری کنند. در این حالت کارگزار باید اطلاعات مربوط به مشتریان حقیقی و حقوقی را به همراه مستندات مورد نیاز در سامانه مشتریان بورس کالا وارد، بارگذاری و برای بورس ارسال کند. پس از تایید اولیه و عقص امضای مشتری و ارسال مجدد آن برای بورس کالا، منوط به تکمیل بودن مدارک و مستندات، کد معاملاتی بازار مالی بورس کالا برای آن مشتری صادر می شود. با این توضیح که کد صادر شده صرفا انجام معاملات در بازار گواهی سپرده شمش طلا را برای مشتریان امکان پذیر می کند. همچنین علاقه‌مندان به بازار قراردادهای آتی شمش طلا، پس از دریافت کد معاملاتی بازار مالی لازم است فرم بیانیه ریسک را تکمیل کرده و شماره حساب در اختیار خود را به کارگزار اعلام کنند. پس از بررسی و تطبیق شماره حساب با بانک مربوطه، کد معاملاتی بازار مشتق نیز برای این مشتریان فعال خواهد شد. خب دوستان، همینجور که مشاهده کردید، بالاخره باید یک روند اداری طی بشه و بهترین توصیه برای طی کردن این روند اداری این هستش که به کارگزاری خودتون مراجعه کنید. شما الان برای سهام بالاخره کارگزاری دارید دیگه، یه نفری تو مفید هستش، نفر توی آگاه، یه نفر توی هر کارگزاری هستش، فرق نمی کنه. یعنی این همه کارگزاری ما داریم، تمام اینا میتونه که اوکی باشه، هیچ فرقی نداره. به کارگزاری خودتون مراجعه بکنید، بگید که من کد معاملاتی بورس کالا برای خرید طلا میخوام. اینو بگید، بخاطر اینکه اینا بازاراشون یه ذره با هم فرق داره، مثلا بازار مشتقه با اون بازار نمیدونم پایه با بازار فلان، اینا شاید کدای معاملاتی متفاوتی بخواد. مثلا شما بخوای خودرو بخری، فرایندش اصلا با خرید طلا متفاوت هستش و این از کارگزارتون بخواید. این ساده ترین و راحت ترین کار هستش که هم کد بهتون بدن، هم پنل بهتون بدن، هم احتمالاً اگر که مثلا یه فیلم آموزشی رو پنل خودشون دارن بهتون بدن که اینا رو کامل ببینید و دیگه انشالله خرید اولتون را با کمک کارگزاری به این صورت بتونید انجام بدید. بعد خریداش هم مثل بورس دیگه، یعنی مثلا باز میشه و بعدا بر اساس اون پیشگشایشی که انجام میشه و به اصطلاح شیوه حراج تک قیمتی
به صورت حراج، یعنی یه ذرال با بورس فرق داره ولی پیشگشایش اینها داره. و عرض کنم که روزهای پنجشنبه هم روند معاملاتیش انجام خواهد شد، مانند بقیه معاملات قراردادهای مشتقه که در بورس کالا انجام میشه. منتظر نظراتتون هستم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.